تغییر رنگ و سبک متن. در این بخش از آموزش نرم افزار پاورپوینت نسخه 2019 میخوایم با هم با این موضوع آشنا بشیم که وقتی که متن رو وارد اسلاید خودمون میکنیم چطوری میتونیم رنگ و سبک اون رو تغییر بدیم. نکته که در اینجا وجود داره اینه که ما وقتی که میخوایم متن رو وارد اسلاید خودمون کنیم باید رنگ متن با اسلاید خودمون و رنگ پس زمینه همخونی داشته باشه تا خوندن اون برای بینندگان و کسایی که دارن ارائه ما رو تماشا میکنن ممکن باشه و به راحتی بتونن این کار رو انجام بدن. برای اینکه روی کلمه هم تاکید داشته باشیم میتونیم علاوه بر تغییر رنگ خود متن اون قسمت رو هم استایل مربوط به اون رو تغییر بدیم. برای این کار من متن رو وارد میکنم، قبل از اون اسلایدی که در اینجا وجود داره فرمت اون رو تغییر میدم و یک اسلاید دیگر رو ایجاد میکنم. برای این کار برای نیو اسلاید و برای مثلث کلیک میکنم و یک اسلاید جدید با یک فرمت جدید رو در اینجا قرار میدم. برای مثال من این فرمت رو انتخاب میکنم و در این قسمت متنی که مد نظرم هست رو با انتخاب پیس یا کلیدهای ترکیبی کنترل وی به این صورت وارد میکنم. متن رو انتخاب میکنم و بعد با استفاده از بخش پاراگراف و انتخاب جاستیفای متناسب با این قسمت متن خودم رو وارد میکنم. از اونجا که این متن که در اینجا من وارد کردم به زبان فارسی هست، بنابراین باید چپچین و راستچین بودن اون رو هم در اینجا در نظر بگیرم. بنابراین برای آیکون رایت تو لفت کلیک میکنم تا جهت اون رو از راست به چپ برای من قرار بده. در اینجا همونطور که میبینیم به این صورت نمایش داده میشه. کافیه که مجدداً برای یک بخشی از این متن کلیک کنم تا ویژگی هایی که من میتونم با استفاده از اونها متن خودم رو تغییر بدم در ریبن مربوط به هوم در اینجا برای من فعال بشه. همطور که میبینیم نوع فونت و اندازه اون و رنگ رو هم در اینجا برای ما مشخص هستش. فرض بفرمایید که اگر من بخوام که این رنگی که در اینجا در حال حاضر مشکی هست و مربوط به این متن هست تغییر پیدا کنه، برای این کار وارد بخش فونت کالر میشم. فونت کالر در این قسمت قرار داره و همونطور که می‌بینید با آیکون حرف A در اینجا مشخص هست. بر روی مثلث کلیک می‌کنم تا رنگ‌هایی که در اینجا وجود داره برای من مشخص بشه. می‌تونیم از رنگ‌های صلح و یک پارچه که در اینجا وجود داره استفاده کنیم و یا می‌تونیم در صورتی که رنگی که مد نظرم هست در اینجا وجود نداشته باشه وارد مور کالرز بشیم و از این قسمت رنگ‌ها رو انتخاب کنیم و طیف اون رو مشخص کنیم، یا از تب استاندارد یا از تب کاستوم رنگی که مد نظرم هست رو انتخاب کنیم یا کد RGB اون رو در این قسمت قرار بدیم. از طرفی میتونیم مجدداً با انتخاب آیکون مربوط به فونت کالر وارد آی دراپر بشیم و رنگی که مد نظرم هست رو از صفحه پیدا کنیم. به این صورت برای این کار من روی مورد کلیک میکنم و هر قسمت از این اسلایدی که برم و برای اون کلیک کنم میتونم کلمه که انتخاب کردم به اون رنگ تغییر بدم. من کنترل زد رو میزنم تا این تغییر رنگ برگرده و برای کل رنگ این متن رو تغییر بدم کل متن رو انتخاب میکنم و بعد مجددا برای این دراپرز کلیک میکنم و رنگی که مد نظرم هست رو در این قسمت قرار میدم. به عنوان مثال من این رنگ رو انتخاب میکنم تا بهتر نمایش داده بشه تغییر رنگ اون و بعد برای اوکی کلیک میکنم، در یک قسمت کلیک میکنم و به این طرح رنگ این قسمت تغییر پیدا میکنه. کار دیگه که میتونیم در مورد متنی که در اینجا وجود داره انجام بدیم اینه که فونت اون رو تغییر بدیم. برای مثال من تمامی این قسمت رو انتخاب میکنم و بعد وارد بخش فونت میشم و بعد برای این دراپلیس کلیک میکنم و فونتی که مد نظرم هست رو از این قسمت انتخاب میکنم و در صورت اینکه فونتی که مد نظر شما هست در اینجا وجود نداشته باشه کافیه که اون فونت رو پیدا بکنی و نصب بکنی. برای مثال من برای این فونت کلیک میکنم، همچنین میتونم اندازه اون رو با استفاده از این بخش تغییر بدم و اندازه ای رو برای اون در نظر بگیرم یا با استفاده از این آیکون ها اون رو کوچکتر یا بزرگتر بکنم. از طرفی اگه بخوام یک استایل رو به متن خودم اختصاص بدم، برای این آیکون که در اینجا وجود داره کلیک میکنم تا کادر مربوط به اون در این قسمت در اینجا برای ما باز بشه و همونطور که میبینیم داره دو تب فونت و کارت اسپیسینگ هستش که من چون میخوام استایل مربوط به متنی که در اینجا وارد کردم رو تغییر بدم وارد بخش فونت استایل میشم و همونطور که میبینیم دراپ لیستی در اینجا وجود داره که اگه بر روی اون کلیک کنم موارد رگولار، ایتالیک، بولد و بولد ایتالیک در اینجا برای ما فعال میشه. من برای بولد ایتالیک در اینجا کلیک میکنم و همچنین میتونم اندازه اون رو که همونطور که میبینیم 20 قرار دادیم از این قسمت هم تغییر بدیم و رنگ اون رو هم از این قسمت تغییر بدیم و تنظیمات دیگر رو از این ناحیه داشته باشیم.
و بعد برای اوکی کلیک میکنم و همطور که میبینیم به این صورت در اختیار ما قرار میگیره، هم به صورت بولد و هم به صورت ایتالیک در اینجا در اختیار ما قرار میگیره. از طرفی اگر هم من بخوام فقط یک کلمه رو انتخاب کنم و اون رو تغییر بدم، کافیه که اون کلمه رو انتخاب کنم. به عنوان مثال من این کلمه رو انتخاب میکنم و از این طرف هم میتونم اون رو تغییر بدم. به عنوان مثال رنگ اون رو به رنگ قرمز تغییر میدم و همچنین میتونم استایل مربوط به اون رو هم به این صورت تغییر بدم و اون رو به عنوان مثال بولد کنم و بعد برای اوکی کلیک میکنم و به این طریق میبینیم که نوع ساختار و رنگ اون با بخش‌های دیگه به این صورت متفاوت هستش. به این ترتیب در این بخش با نحوه تغییر رنگ و سبک متون در نرم افزار پاورپوینت آشنا شدیم.